میشیم با کیمیا قربانی همکارم از میلان تا برای ما بگه از این تجمع و واکنش مقام‌های ایتالیایی و رسانه‌های این کشور نسبت به صدور حکم اعدام برای توماس. پاریسا در شهر میلان هستیم، همینطور که گفتی امروز روز آزادی، هزاران نفر در راهپیمایی بزرگ شهر میلان شرکت کردن، از جمله این گروه از ایرانیان که با در دست داشتن عکس‌های توماس و نوشته‌های خواستار توقف لغو این حکم شدن. رسانه‌های ایتالیایی تماما از توماس صالحی حرف زدن و مقامات هم در توییت‌هاش در شبکه‌های مجازی صحبت کردن و در سنای ایتالیا سوزان کاموسو سناتور ایتالیایی در سنا از توماس گفت و گفتش که باید این حکم لغو بشه، برای اینکه می‌دونیم که توماس شهروند افتخاری کشور ایتالیا است و اینها خواستار لغو این حکم در واقع برای شهروند خودشون هستن. و سوزان کاموسو سناتور دموکراتیک در صحن سنا گفت ایران رابطه اقتصادی و هر چیزی با ایران مهمه، ولی به قیمت از دست دادن و گرفتن جان چند نفر دولت باید پاسخگو باشه و کاری بکنه برای این حکم. پریسا اگر ببینی اینجا، خب اینجا شعار سر میدن از توماج میگن و شعار زن زندگی آزادی سر دادن و خواستار لغو سریع این حکم هستن. در کنار من اینجا دلشاد مرسوس هست. دلشاد یکی از فعالان مدنی شهر میلان هستش. دلشاد، شما اینجا امروز روز آزادیه، چرا تصمیم گرفتین که وارد این راهپیمایی بشین؟ کیمیا، امروز روز آزادی ایتالیا است، روز آزادیش از فاشیسم، و در حقیقت این جمع شدن ما و فریاد زدن دونا ویتالی برتاز زندگی آزادی و اسم توماس حقیقت برای اعلام این است که ما هم دنبال رهایی از فاشیسم اسلامی هستیم. ما هم در حقیقت میخوایم که حکومت اسلامی رو، حکومت دیکتاتوری اسلامی رو از کشور اون بیرون کنیم. و در حقیقت این صدایی که این حکم ناعادلانه ای که برای حکمی که اصلا معنی نه، حتی ناعادلانه اسکارشنش معنا نداره، حکم بیهوده ای در بیدادگاهی که واسه توماج حکم بریدن رو میخوام که به هم بکشم همه برسه، همونطور که تمام خبرها و تمام روزنامه ها اینجا منعکسش کردن. ما میخوایم بیشتر این صدا رو برسونیم. و میخوام یه چیزی رو اشاره کنم کیمیا، اینجا بچه ها داد میزنن خامنه ای اساسینو، یعنی خامنه ای قاتل است. این چیزی که از دهن بچه ها نمیفته، این مسیریه که خامنه ای و دوستاش یه روزی رفتن و میدون هر تعداد بچه های ما کشته شن، هر تعداد حکم اعدام و انفرادی و زندان و هر چیز دیگه ای این را متوقف نمی کنه. اون چیزی که اینا باید بدونن، مهم رسیدن این اطلاع به گوششون که این متوقف نمیشه، تحت هیچ شرایطی این را متوقف نمیشه. بله، در شهرهای دیگه کشور ایتالیا برای روزهای آینده پاریسا قرار هستش که تجمع برگزار بشه، از جمله فردا روبروی شهرداری فلورانس، جایی که سال گذشته شهروندی افتخاری و کلید طلایی شهر رو به صورت سمبولیک به توماج صالحی دادن، و حالا شهرداری شهر فلورانس قرار هستش که فردا با همت انجمن زن زندگی آزادی جمع بشن مقابل شهرداری و خواستار لغو این حکم برای توماج هستن، به خاطر اینکه خود شهرداری شهر فلورانس میگه که ما احساس مسئولیت میکنیم برای اینکه توماج شهروند شهر فلورانس هستش و باید تمام تلاش خودمون رو برای نجات جان این رپر آزادی خواه ایران انجام بدیم. کیمیا قربانی از میلان، خیلی ممنون از گزارشت کیمیا.